جنگ تمام ایار بین علیرضا فیروز جا و یان کریستوف دودا سه بازی جذاب و پر از تاکتیک رو براتون آماده کردم و توی این ویدیو با هم خواهیم دید مسابقات چمپیون چستوری که چستات کام داره برگزار میکنه و بزرگان شطرنج حاضر شدن از جمله مگنس کارسن علیرضا فیروز جا همین دودا یان فابیانو فابیان و کاروانا وینسنت کیمر و خیلی از بزرگان دیگر در این تورنمنت حضور دارن توی این ویدیو قرار سه بازی رو با هم ببینیم بازی سوم بازی آرماگدونه و این بازی جز... این تورنمنت جذاب رو در واقع از دست ندید بدون حرف اضافه بریم روی صفحه شطرنج تا این سه بازی رو به سرعت با هم ببینیم پر از تاکتیک پر از جذابیت با من همراه باشید تا آه... بریم بازی ها رو ببینیم بازی اولی که براتون آماده کردم بازی اول پنج تا بازی با هم انجام دادن دو تاش مساوی شده سه تا نتیجه داشته گیم اول که نتیجه داشته رو با هم ببینیم علی رزا فیروز رو بازی رو برکت ای چار آغاز کرده ای پنج دودا پاسخ داده گشایش روی لوپز رو روی صفحه داریم دفاع مستحکم برلین دیسه گسترش فیل و حرکت سیسه آماده میکنه یه جاهایی دی چهار توی بازی قطر این فیل رو هم برای برگشت باز کرده دی 5 حمله به مرکز از به خونه دی دو تعویز پیاده اتفاق افتاده و هر دو بازیکن توی بازی قلعه رفتن A5 از طرف دو دو بازی شده و حرکت H3 از خونه جی 4 محافظت میکنه علی رضا وزیر گسترش پیدا کرده از طرف دو بازیکن و از برگشته تا شاید بتونه بعدا از خونه دی 7 این بازی اضافه بشه A4 از طرف علی رضا به خونه D7 اومده رخ ای یک دفاع میکنه پیاده خودش رو و رخ به خونه ای هش اومده مانور اسب رو از طرف علیرضا شاهدیم حمله به این فیل توی بازی فیل جابجا جا شده و اسب به خونه اچ 5 رفته حمله به وزیر اینجا سیاه اسب رو گذاشته خونه اف 6 چرا حرکت اف 6 رو بازی نکرد چون حالا با این حرکت یک قطر بسیار ضعیف رو به سفید تحویل میده توی بازی به همین دلیل اسب به خونه اف 6 اومده و اینجا رخ بعدی رو هم علی رضا آورده به ستون دی ستون باز دی گسترش رخ خودش و در واقع چرا جی 4 اینو بازی نمیکنه کیان جی 4 اسبو میکاره اف 4 میاد میشینه به این مهره توی بازی و تاش باید بزنه توی این و به یه همچین ساختاری میرسیم که در واقع اسب به دام نمیفته رخ رو علی گذاشته خونه دی یک حمله به فیل فیل به خونه سی یک برگشته به خونه ای که ازش از همون ابتدا گسترش پیدا کرده بود با این تفاوت که الان رخ اومده بیرون و کاملا توی بازی فعاله وزیر رفته به خونه سی 7 اسب منفر خودش رو از خونه ایسه تکمیل کرده اسب دودا نشسته به خونه F4 حمله به فیل و علیرضا فیل رو گذاشته F1 اسب فیل های علیرضا رو ببینید انگار گسترش پیدا نکردن تفاوتش اینه که دیگه رخهایی، در خونه های ها a1 و b1 ای ای وجود نداره و روخ ها در مرکز صفحه قرار دارن و فیل ها آن دیو شدن. فیل به خونه e6 از اومده به خونه c4 و اسب دودا برگشته تا بتونه اسب خونه e5 پن... خودش رو دفاع کنه. حالا فیل اومده به خونه d2 حمله به اسب. اسب اینجا برگشته به خونه ایسه حرکت بهتر برای علی رزا حرکت فیل ایسه بود اگه بخوای اسبو بزنی فیل تو میزنم فیلمو بزنی حالا با اسب پس میگیرم و مشکلی در فضا نداره اما حرکت اسب ایسه باعث میشه یه ذره این فیله ناکارآمد بمونه توی بازی تعویز پیاده ها و اینجا رخ به خونه بی هش اومد از طرف دودا که حرکت خوبی نبوده رخ بی هش حرکت خوبی اما کدوم رخ رخ ای به خونه بی هش فشار به این پیاده این رخ باید بمونه همینجا این پیاده رو دفاع کنه به صورت ایکس ری داره وزیر رو هم زیر ضرب نگه داره اما بعد از حرکت در واقع بخوایم ببینیم بعد از رخ ای بی حالا مثلا از سی چهار دفاع میکنه فیل در سی وزیر در سی چهار حمله به این فیل توی بازی حالا وزیر رو سیاه میذاره آهف اینو دفاع میکنه و نشسته به پیاده خونه اف 2 همچنین به پیاده خونه بی دو مثلا رو خوبت بذاره ای 2 اینو دفاع بکنه و رخ در بی 2 میزنه سیاه دیگه یک پیاده میگیره این وضعیت اما رخ آب خونه بی 8 اومده همین باعث شده که علیرضا بتونه حرکت بی 4 رو انجام بده و اگر رخ تو خونه A8 بود به صورت ایکس وزیر رو زیر زرب میگیره و B4 برای سفید جز گزینه ها نبود فیل زیر زرب بود جابجا شده حمله مجدد به فیل تعویزه اسب در مقابل فیل انجام شده و حالا رخه برگشته عقب وزیر رو علیرضا گذاشته خونه سی دو حرکت جی سه حرکتیه که داره خونه هایی رو از اسب سیاه توی بازی میگیره حرکت جذابیه هر دو بازیکن شاه های خودشون رو تکون میدن اسب در ای 5 حرکت درخشان از طرف علیرضا بازی شده اینجا حرکت اسب اف حرکت خوبی نیست میبینیم یه قطر رو داره به این وزیر میده و علیرضا فیروز اسب خودش رو توی بازی قربانی کرده در ازای پیاده سیاه با رخ بس گرفته اما تاکتیک رو حتما دیدید F4 حمله به رخ رخ بخواد جابجا جا بشه E5 کیش حمله به اسب نمیدونم بخواد با اسب جلو رو بگیره اینو میزنه بعد از رخ در E1 رخ در ای 1 جی در F بازی میتونه ادامه دار بشه و سفید ساختار پیاده ای بهتری توی بازی داره اما یه حرکت دیگه هم سیاه داره که بتونه انجام بده اونم فیل در F2 که دیگه F4 نیاد توی بازی و حالا علی رزا هم میتونه فیل رو بذاره افشار به صورت ایکس بشینه به این وزیر و اگر بخواد رخ رو بزنه خیلی خوب نمیشه اسب در اف 7 میزنه ببین چجوری دفاع میشه ببین وزیر زیر ضربه فیل زیر ضربه اسب خوب این قطره رو ببین ای پنج کیش داره میاد و وضع سفید توی بازی بهتره ولی فیل در جیسه میتونه بزنه بعد از که پس گرفت حالا رخ در ای پنج فیل در ای پنج و وزیر در ای پنج به این شکل بازی ادامه پیدا بکنه اما اسب در ای پنج با رخ زده اف 4 رو علی بازی کرده نشسته به رخ رخ جا به جا نشده اسب رو گذاشته خونه اش پنج رخ رو اینجا داده با وزیر پس گرفته و وزیر به خونه دیسه اومد تا پیاده جیسه رو دفاع بکنه بازی پر از تاکتیک رو شاهد خواهیم بود پس این ویدیو رو لایک کنید تا به افراد بیشتری هم نمایش داده بشه خب اینجا فیل F4 همچنان انتخاب بهتری برای علیرضا انجین میگه که بذار تعویض بشه با وزیر بزن حالا رو خرو بزا F1 این ستونه رو بگیر توی بازی حالا نمیدونم وزیر جی 5 کیش هم بخواد بده شو میذاری H1 ای شاهد در امانه و ستون ها رو داری دیگه با روخای خودت و یک تفاوت هم که سفید جلو این پیادن فشار زیادی رو داره تحمل میکنه اما حرکت وزیر دیسته از طرف علی بازی شده از برگشته تا به این حمله بتونه اضافه بشه میبینیم این قدر هم بسیار خطرناکه وزیر حالا به خونه افسه اومده و فشار داره به این پیاده توی بازی وارد میکنه اینجا پیاده ها تعویض شدن و فیل به خونه سی هفت برگشته فشار به پیاده جیسه توی بازی بیشتر شده رخ به خونه ایسا از طرف علیرضا دفاع کردن از پیاده اما آقا یاد داره پیاده دفاع میشه یا خیر خیر اینجا حرکت هایی مثل جی 4 هم دفاع نمیشه پیاده چون وزیر رو میذاره اچ دو شاه جا به جا بشه حالا اسبر رو میکاره تو جی میگه کیش شاه خونه ای نداره بره باید وزیر تو بدی و میبازی این از این اما انتخاب خوب برای سفید حرکت وزیر جی چهاره توی این وضعیت و اوکی اگر بخوای از در جی حالا بزنی فیل در اف 7 دارم نشستم به این و سفید اینجا بهتر میشه اما بعد از تعویض ها به این شکل بازی میتونه ادامه پیدا بکنه فیل در جی سه میزن و به صورت مساوی این بازی پیش میره اما رخ ای رو علیرضا بازی کرده پیاده رو داره دفاع میکنه خیر از در G3 بازی شده علی رضا پس اسب رو زده توی بازی اما چرا دفاع نمیشه به خاطر حرکت جذابی که یان کریستوف دودا پیدا کرده وزیر رو گذاشته خونه دی چهار اوکی حالا وزیر زیر ضربه به فیلم نشستم توی بازی چی کار میخوای بکنی؟ علی رضا وزیر رو گذاشته خونه F2 که همچنان حرکت دقیق نبوده وزیر جی 4 انتخابه بهتری بوده توی وضعیت وزیر F2 وزیر فیل رو پس داده توی بازی رخ اومده به خونه f فشار به این پیاده و اینجا یان کریستوف دودا حرکت درخشان بازی رو انجام داده وزیر در ای چهار زده چرا درخشان؟ با حرکت رخ افسه علی رضا هم میشینه به این پیاده هم قطر وزیر رو باز میکنه حمله به رخ خونه ا7 اما ابایی نداره اوکی میخوای رخ منو بزنی اصلا اهمیتی ندارد کیش اسب میاد شاه به خونه F1 وزیر در افسه باید وزیر رو برگردون سفید رخ رو هم توی بازی از دست میده مثلا بخواد این وری بیاد اینجوری مات میشه این وری بره این شکلی مات میشه به همین دلیل باز هم متریال از دست میده پس علی رضا وارد این لاین نشده اینجاش علی رضا فقط 6 ثانیه وقت داره توی بازی و شاه رو گذاشته خونه G1 رخ رو نزده و فیل به این حمله اضافه شده Let's گو اوکی okay. بیا فیل منو بزن اینجا رختون تو میزنم توی بازی روخ هم, هم بخوای بزنی اینم میزنم با کیش جا به جا بشی اینم میزنم با کیش و یست توی بازی بیشتر دارم دو پیاده توی بازی بیشتر دارم و این آخر بازی رو سیاه میبره فیل به خونه بیشیش حمله به وزیر چی کار میخوای بکنی؟ نزنی هم که وزیر داره از دست میره علی رضا فیل رو گذاشته خونه ایسه حمله بعدی رخ به خونه آدو اومده دوباره داره قربانی میده میگه اوکی بیا رخ منو بزن علی رزا هم اینجا در واقع شاید بهترین انتخاب این بوده که بپذیره بزنه توی رخ وزیر در افسه بازی بشه اینو بزنی اینو میزنم و به این شکل بازی میتونه ادامه پیدا کنه که باز هم دو پیاده توی بازی سیاه پیشه اما شاید بهترین انتخاب برای علی همین شاخه بود و یک انتخاب دیگه هم داره فیل در بیشیش بزنه اگر که وزیر رو بزنی حالا یه رخ و یه فیل در رضای وزیر داده دو و فیل داره در رضای وزیر و اسب و پیاده ای که توی بازی پیش افتاده که این وضعیت هم سیاه بهتره اما علی رضا وزیر رو گذاشته خونه جیسه و حرکت نهایی بازی اسب خونه چهار اومده و علیرضا فیروز را از بازی تسلیم شده حمله فوق العاده وحشتناک شاهی که کات شده توی بازی فیلی که فشار داره وارد میکنه به این قطر به این فیل توی بازی اسبی که به کمک اومده نشسته به این رخ توی بازی روخه رو بخوای جابجا بکنی فیل در فیل میزنم باز هم آچمزی پس هیچی اینکه هیچ نداری و باید مثلا بذاره اف یک اینو دفاع بکنه اما آیا هدف سیاه اینه که بزنه تو رخ حرکت رخ جیدو داره وزیر میبره باید با وزیر بزنه و میتونه حتی هم همین لحظه وزیر رو نزره فیل در ایسر رو با کیش بزنه دودا و بعد بیار سراغ این وزیر توی بازی مثلا اینجا اگر این روخه رو بخواد بیاره پایین اینو میزنم و ماتت میکنم نمیتونی بزنی آچمزی این روخه رو بخواد بذاره حالا از در اف سکیش حتی اصلا میتونه اینو هم نزنه بزنه تو رخ و مثلا شاه جا به جا بشه اینم بزنه وزیر در اف دو باز هم یک از توی بازی پیش برخواست های وزیر هم توی بازی وجود داره اما یک لاین دیگه هم با هم ببینیم این آخر بازی که اینجا مثلا شاه بیاد به خونه اچ وزیر میده و میریم به آخر بازی دروغ به وزیر و فیل و دو پیاده ای که سیاه پیشه که باز هم میبره به همین دلیل علی رزا توی حرکت 42 دوم از بازی انصراف داده با مهره سیاه بازنده این بازی بود و دو بازی بعدی با نتیجه تساوی به اتمام رسیده میخوایم بریم بازی چهارم رو با هم ببینیم که علیرضا فیروز رو باید با مهره سیاه حتما یان کریستوف دودا رو ببره تا بتونه بمونه توی تورنمنت بریم سراغ بازی چهارم که علیرضا با مهره سیاه داره بازی میکنه بازی رو حرکت دی چاریان که رسوف دودو آغاز کرده علیرضا میره سراغ دفاع هلندی گسترش سوارها فیل به خونه جی 5 دی 5 رو هم بازی میکنه مرکز بسیار خوبی کنترلی روی خونه ای 4 داره و یک دیوار داره میسازه در از علی رزا. حرکت ایسه بازی شده قطر فیل و وزیر توی بازی داره باز میشه ایشیش دفاع میکنه پیاده های خودش رو توی بازی اسب گسترش پیدا کرده همونطور که میبینیم توی این شاخه علی رضا فیروز جا ضعف زیادی ایجاد کرده خونه ای 5 خونه بسیار ضعیفیه که توسط هیچ کدوم از پیاده های سیاه توی بازی حمایت نمیشن و به همین دلیل خونه ضعیفیه اسب خونه دی هفت یه کنترل خوبی حالا داره روی این خونه فیل به خونه دی سه گسترش پیدا کرده علیرضا چرا وارد این لاینا شده چون فقط باید ببره و وارد های مساوی نشه چون یه مساوی بگیره خدا یار نگهدار فیل اومده به خونه 4 آشیش از طرف علی اسب خونه ای دو. حمله مجدد به فیل فیل اومده به خونه جی سه حمله کرده دوباره علی رزا به این فیل ورکت حرکت سی چار پیاده رو میکاره توی مرکز پیاده مرکزی و به چالش کشیده دودا فیل زده فیل رو با اسب زده و پس گرفته ستون اچ رو برای رخ باز کرده سی شیش دفاع از پیاده قطر جدید برای وزیر باز شده تعویز پیاده ها و رخ به ستون باز سی اومده تا کنترل خوبی رو داشته باشه حالا علیرضا فیل خودش رو گسترش داده آسه و شاه رو گذاشته خونه اف هفت علیرضا فیل میگه من نمیخوام قله برم نمیتونم قله برم چون میبینیم پیاده خونه اچ زیر ضربه به صورت دستی امنیت شاه خودش رو برقرار کرده شاه رو گذاشته اف وزیر گسترش پیدا کرده شاه رو گذاشته زیبا بازی میکنه وزیر به خونه سی سه اومده کنترل خوب روی ستون سی همچنین این قطر رو هم داره کنترل میکنه به صورت ایکس ری اسب اومده به خونه اف شاید بخواد فیل رو به بازی اضافه بکنه علی رضا از پریده به خونه ای 5 و فیل به خونه دی 7 اومده فیل رو گذاشته جلوی اسب میگه اگه میخوای بزنی بزن اسب تو اسب خوبیه فیل من فیل بدیه و من حاضرم این اسب خوب رو این فیل با این فیل بعد خودم تعویض بکنم یا کریستوف دو هم گفته نه ممنونم وزیر رو میذارم دیدو چون داره این حرکت هم با تمپ میاد دیگه حالا فیله رو از زیر برداشته اف از طرف دودا و وزیر به خونه بی هش از طرف علیرضا بازی شده فشار زیاد به این اسب توی بازی آم، وارد کرده که حرکت دقیقی هم نبوده حرکت درست برای علیرضا این بوده که رو خوب بزاره برای ستون توی بازی بجنگه اما وزیر به خونه بی هش رفته و اگر اینجا حرکت جی 4 رو سفید میتونست پیدا بکنه برتری خوبی توی بازی میتونست دریافت بکنه بعد از تعویض هایی که توی بازی اتفاق میافتاد برتری جزیه سفید میشد اما شاه رو میذاره خونه F2 به و فیل در اسب بازی شده یک پیاده علیرضا توی بازی پیش افتاده حالا وزیر فشار رو به این پیاده بیشتر کرده همچنین میبینیم به کیش خونه ای هفت هم داره نیم نگاهی میندازه فیل به خونه اف 7 رفته رخ ها به هم متصل شدن توی بازی و اسب رو گذاشته خونه دی چهار دودا رخ اومده به ستون سی هم در واقع جنگ در سر ستون سی رخ رو گذاشته خونه سی رخ بعدی هم داره میاد خونه سی یک علی رزا آ بازی کرده نشسته به وزیر وزیر در آ پنج بازی شده و در واقع انحراف وزیر رو داشتیم دیگه از عرض چهارم توی بازی که حرکت جذابی از طرف علی رزا بود حالا حرکت F4 رو علی رزا انداخته توی بازی F4 اطر این فیله باز شده اما حمله در واقع علی رزا حمله قویه در این حرکت در واقع آ پنج علی قربانی پیاده محسوب میشه اما میبینیم وزیر رو از دفاع از اسب داره منحرف میکنه حالا اف 4 زده پس گرفته بزنی اسب میدی چون دیگه وزیر نیست دفاع بکنه پس این اتفاق نیفتاده اسب رفته به خونه سی دو و داره پیاده خودش رو دفاع میکنه اینجا اف در ای زده شده توی بازی یان کریستوف دودا اینجا با از پس گرفته علی رضا فیروز را حرکت رخ در سیسه رو بازی کرده که حرکت دقیق خیلی نبوده باید چی کار میکرده یه حرکت جذاب دیگه وجود داره قربانی پیاده دوم ولی خیلی سخته این حرکت دوباره با طرح منحرف کردن وزیر از عرض پنجم چرا چون حالا میتونه ای پن دی چهار رو بازی بکنه توی بازی حمله به اسب حمله به رخ توی بازی و دیگه وزیری نیست که بخواد به این وزیر توی بازی آسیب برسونه اما میتونم نزنه میتونه وزیر رو بذاره خونه بی پنج همچنان جلوی این حرک... اجازه این حرکت رو نده حالا رخ در سیست قابل بازیه بعد از تعویض ها این پیاده رو میزنه بخوای اینو بزنی که فیل از دست میدی پس نداری روخه رو باید بذاری دی یک دفاع بکنی و به این شکل بازی ادامه پیدا کنه رخ آهش اینو بزنی اینو میزنم و سیاه یک پیاده توی بازی پیش میفته اما از دست ندید دو حرکت مونده تا آخر این بازی بازی جذاب رخ در سی رو اینجا علی رزا بازی کرده و یان کریستوف دودا باید با پیاده بزنه که اجازه دی چار رو نده اما به اشتباه با وزیر زده و اجازه حرکت دی چهار رو داده به اینجا هم فکر کرده دودا دودا با خودش چی گفته؟ دودا گفته اوکی حرکت دی چهار رو بازی بکن من اسب میذارم سی چهار میشنم به وزیرت اینو بزنی وزیرت رو میزنم اما فقط و فقط یک حرکت توی وضعیت وجود داره که علی رضا فیروز جا برنده این بازیه وگرنه بازی کاملا متعادل دی در سی سه بزنه اینو میزنم بازی وحشتناک متعادل میشه اگر دوست داشتید ویدیو رو استوب کنید و حرکت درخشان علی رضا فیروز جا حرکت نهایی این بازی رو حدس بزنید علی رضا فیروز جا اینجا اسب رو گذاشته خونه جی چهار بو و یان کریستوف دودو از این بازی انصراف داده حرکت وحشتناک جذاب بود از طرف علیرضا با مهره سیام میتونه پیروز این بازی بشه و در حرکت سیام دودارو رو به زانو در بیاره در واقع و وحشتناک بود این حرکت حالا بریم با هم بررسی کنیم چرا چرا این حرکت انقدر وحشتناک حرکت با کیش اومده اگر بخوای اسب رو بزنی حالا من وزیر و وزیر ضربه اسبت بر میدارم شاه کجا میخواد بره هر جا میخواد بره فرق نمیکنه وزیر میدی و میبازی پس اینو که نداری اگر که شاه تو مثلا به خونه F1 بخوای بذاری به خونه G1 بخوای بذاری هیچ فرقی نمیکنه شاه رو کجا بذاری حالا اینجا من وزیر تو میزنم و اوکی وزیر منو میزنی اما یه اسبی اینجاست که میاد سراغ اسبت و یک سوار توی بازی علی رزا پیش میفته نشسته به فیل نشسته به پیاده چیو میخوای نجات بدی با یک مخره کمتر باید به این بازی دودا ادامه بده به همین دلیل توی حرکت سیوم از بازی انصراف داده اما جایی نرید بریم سراغ بازی نهایی بازی آرماگدون بازی پنجم بازی رستاخیز که نتیجه این بازی رو در واقع تعیین میکنه حالا بازی آرماگدون چیه؟ بازی که در واقع یه نفر با سیاه باید بازی کنه یه نفر با سفید جوار خیابانی زیاد <applause> ولی اونی که با سیاه بازی میکنه زمان باید دو با بازی کن زمان تعیین بکنن هرکس زمان کمتری رو تعیین بکنه با سیاه بازی میکنه و با سیاه مساوی هم بگیره برنده اون بازی چون با زمان کمتر داره بازی میکنه اما بازی آرماگدون رو روی صفحه داریم علیرضا فیروز را 7 دقیقه و 53 ثانیه رو انتخاب کرده یان کریستوف دودا با 10 دقیقه قراره توی این بازی بازی بکنه و به همین دلیل علیرضا چون زمان کم دی... نمیدونم دودا چند زمان انتخاب کرده بود ولی علیرضا زمانشون پایین تر بود علیرضا با سیاه بازی میکنه و یان کریستوف دودا بازی رو برکت ای 4 آغاز کرده ای 5 وزیر به خونه حفظه گسترش سوارها دفاع دو اسب رو روی صفحه داریم اسب خونه ای 2 فیل ای هفت اسب خونه سیس گسترش پیدا کرده قله از طرف علی رزا قطر این فیل رو دو دو باز کرده توی بازی و اسب نشسته به وزیر رو این اسب تعویز اتفاق افتاده یه ذره پیاداش دوب شده اسب زیر ضرب تعویزه از پای بعدی هم انجام شده حمله به این فیل توی بازی فیل برگشته حرکت آچار رو هم علیرضا بازی کرده فضای بسیار خوبی رو داره اشغال میکنه آب آچار آ پنج رو علیرضا بازی کرد آچار جواب داده شد بی پنج رو یه جورایی داره جلوگیری میکنه و حرکت دیشیش رو اینجا علیرضا بازی کرده که حرکت خوبی هم نیست علی میتونست فیل رو بذاره بی چهار کیش بده و شاه رو از قله بندازه مثلا سیسه رو اینجا میخواست بازی بکنه میزد 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 رخ میگرفت دیگه رخ میگرفت پس بلاک نداره با فیل هم بخواد بلاک کنه میزنه شاه از قله میفته و یه انتخاب برای سفید اینه شاه رو بذاره اف یک توی بازی دیگه و به این شکل بازی ادامه پیدا بکنه اما دیشیش قطر فیل رو میبنده در قطر این فیله رو باز میکنه فیله رو میخواد بذاره خونه ایشیش قله از طرف دودا بازی شده فیل به خونه ایشیش اوکی تر حالی متوجه شدیم ستون رخ رو میخواد باز بکنه حالا پیاده مرکز خوبی رو توی بازی اشغال کردن وزیر به خونه اچ اومده فشار به پیاده خونه ایشیش پیاده رونده شده و F4. علی رزا اینجا زده انتخاب بهتر رخ به خونه f 6 بود توی بازی برای علی رضا با طرح اینکه بتونه ستون اف رو کنترل بسیار خوبی داشته باشه و بعد از حرکت f 5 حالا با حرکتی مثل دی 5 میتونه به این بازی ادامه بده علی رضا اما تعویض اتفاق افتاده وزیر با کیش اومده شاه جابجا شده با فیل زده حالا رخ اومده اف 6 نشسته به وزیر وزیر جابجا شده فشار به پیاده خونه بی 7 با وزیر دفاع کرده و فیل به خونه دی 2 برگشته پیشنهاد تعویض حرکت h 6 وزیر اومده به خونه C4 و پیاده خودش رو اینجا الرزو حمایت کرده تعویض رخ اتفاق افتاده رخ بعدی به ستونه F اومده شاه اچ 7 وزیر به خونه D5 احتمالا یکی از طرح‌های حرکت وزیر D5 حرکت وزیر F5 رخ اومده به خونه E8 و یان کریستوف دودا ترجیح داده چون برای برد داره میزنه سفید باید ببره رخ در F6 بازی شده تفاوت رو داره میده در ازای چی؟ وزیر رو گذاشته خونه H5 نباید تفاوت رو میداد اینجا توی بازی میتونست وزیر رو برگردونه بیسه نمیدونم خیلی کارا وزیر F5 کیش میتونست بده توی بازی وزیرها رو تعویض بکنم و دودا برد میخواد برای همین بازی رو یه ذره باید پیچیده بکنه رخ در فیل کوبیده وزیر رو گذاشته خونه H5 نشسته به این پیاده پیاده ای که قابل دفاع نیست میخوای دفاع بکنی اوکی رختو میزنم بس باید مدافع رخ بمونه توی بازی این وزیر و اینجا رخ رو علیرضا گذاشته خونه ای 5 پیاده با کیش رفته پیاده دوم رو هم زده و در واقع در رضای فیلی که به دست آورده دو پیاده هم تونسته به دست بیاره و یک رخ از دست داده حالا وزیر اومده به خونه جی 4 توی این وضعیت علیرضا یک مقدار بهتر تر حل رضا اینه که بیا تو خونه دیگه کیش بده به همین دلیل پیشگیری کرده دودا وزیر رو گذاشته خونه F1 رخ H5 فیل به خونه F4 فشار به پیاده وزیر برگشته دفاع کرده وزیر حمله به رخ رخ جابجا شده آروم آروم وضعیت خودش رو درست میکنه دودا میبینیم توی بازی دودا دو تا پیاده رونده متصل به هم داره در ازای تفاوتی که داده رخ به خونه F7 آشمس کردن فیل به وزیر توی بازی اما حرکت h بازی شده وزیر هم اومده به خونه F6 حرکت اشتباه فایش از طرف رضا. داره فشار رو به این فیل بیشتر میکنه اما نباید این کار رو میکرد با حرکت دی 5 باید ادامه میداد بعد از ای در دی حالا مثلا وزیر رو بذاره F5 دیگه خونه F5 توسط پیاده کنترل نمیشه چرا f حالا فیل زیر ضربه حالا فیل زیر ضربه و تو اگر که بخوای فیل تو دفاع بکنی پیاده H3 از دست میره توی بازی و طرح اصلا همین بود که این قطره رو وزیر نگه داره برای همین این پیاده رو باید قربانی میکرد اما علی رزا وزیر رو گذاشته خونه اف و اجازه داده که یان کریستوف دودا با حرکت وزیر جی چار کیش بده شاه جا به جا شده در واقع بلاک هم میخواست بکنه کیش های زیادی توی بازی وجود داشت حالا با حرکت جی دودا فیل خودش رو حمایت کرده و فقط اینجا رو ببین ستون اف کاملا در اختیار سیاه اما به درد نمیخوره به درد نمیخوره ستون اف و تنها ستون باز بازی هم هست میبینیم چطور بلاک شده توی بازی بیشیش شاه رو فعال کرده دودا حمله به وزیر میگه بیا وزیرا رو بندازیم بیرون آقا علی رزا وزیرا رو بندازی بیرون حالا سه تا متصل به هم دارم این هم دارم میزنم و میبینیم پیاده های سیاه همه تو خونه های سیاه رنگم و فیل سیاه رو داره توی بازی سفید علی رزا نزده گفته بیا اگه میخوای خودت بزن وزیر جابجا جا شده نشسته به پیاده رخ دفاع کرده حالا حرکت اچ 4 بازی شده شاه فعال شده اچ 5 هم بازی شده میگه علیرضا بیا به وزیرها رو بندازیم بیرون کیش شاه رفته کیش بعدی هم داده و علیرضا فیروز جا کاری از دستش بر نمیاد ستون مهم بازی فلج شده شاه جابجا جا شده پیاده دیشیش رو هم علیرضا از دست داده و توی حرکت نهایی شاه رو وزیر رو گذاشته خونه اچ و مات در یک رو تقدیم به یان کریستوف دودا کرده و علی رضا فیروز جا بازنده این بازی میشه میره توی لوزر برکت بازنده ها بازی میکنه و هنوز شانس داره در واقع تورنمنت بسیار جذابیه این چمپیون من هر سال اینو کابرشون میکنم هر ماه هم در واقع چند ماهی بار این تورنمنت رو داریم و وحشتناک جذابه میره به برکت بازنده علیرضا و یان کریستوف دودا به برکت برنده ها میره خب یه ذره کار علیرضا سخته برای بازگشت به تورنمنت چون از برکت بازنده باید بیاد اما یک آمار جذاب بخوام بهتون بدم مسابقات سوپربت لهستان در حال برگزاریه و سه نفر از کسانی که در واقع توی یک چهارم سه نفر از کسانی که توی اون تورنمنت بودن حضور داشتن هر سه پیروز شدن مگنس کارسن وینسنت کیمر و اون یکی کی بود همین یان کریستوف دودا بود دیگه اینا همهشون توی سوپر بت لاستان بودن و میتونن بیان اینجا توی چمپیونش تور بعد از اون مسابقات شبش بیان اینجا بازی میکنن و هر هم پیروز میشن و میرن به نیمه نهایی مسابقات الرزا فیروز هم هنوز شانس داره امیدوارم که از این سه بازی که بهتون نشون دادم لذت کافی رو برده باشید اگر ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم لایکش کنید من کیانم و توی ویدیو بعدی میبینمتون